موضوع 3 نحوه آمادگی شدن برای مصاحبه پناهندگی. مصاحبه این مهمترین بخش درخواستی پناهندگی شما است. برای سپری کردن مصاحبه شما و خانواده‌تان باید به شیکاگو سفر کنید. شهری که هزار نقطه ایالت میشیگان چندین ساعت با موتر فاصله دارد. نهاد اسکان مجدد در راستای ترتیبات سفر شما و خانواده‌تان همکاری خواهد کرد. اشتراک شما در مصاحبه حتمی است. شما نمی‌توانید از طریق تماس یا به طور غیر حضوری مصاحبه را پیش ببرید. شما باید شخصا در وقت و تاریخ مشخص شده حاضر شوید. شما باید مجوزهای کاری و سایر اسنادهای هویتی که دارید با خود به محل مصاحبه بیاورید. شما همچنین باید اطلاعیه مصاحبه‌تان که مدت کار اسکان مجددتان به شما فراهم نموده است را با خود بیاورید. شما باید هنگامی که در دفتر پناهندگی شیکاگو هستید تمام وقت ماسک بپوشید. هنگامی که در تعمیر دفتر پناهندگی شیکاگو رسیدید، شما از طریق دروازه‌های چرخنده وارد تعمیر شده و خود را به بخش امنیتی در میز استقلالیه معرفی می‌نمایید. شما باید به آنها بگویید که در دفتر پناهندگی شیکاگو مصاحبه دارید. آنها به شما کارت پذیرایی داده و شما را با الفت راهنمایی می‌نماید تا به دفتر پناهندگی برسید. پس از اینکه از طریق لفت در طبقه صحیح رسیدید، شما دروازه های شیشه‌ای دفتر پناهندگی را خواهید دید. پس از ورود به دفتر شما، شما مجبور خواهید بود تا همانند میدان هوایی تدابیر امنیتی را سپری کنید. آمادگی داشته باشید تا جمیر، بودها، کمربند و هر چیزی که را که ماموران امنیتی شما می‌خواهند را از تنتان بکشید. تمام بیک های شما باید از ماشین اکسری گذرانده شود. مامور امنیتی به شما خواهد گفت که در کجا انتظارخانه بنشینید. از شما خواسته خواهد شد تا به یک دریچه رفته و مراجع و مراحل قبل از مصاحبه‌تان را تکمیل کنید. هنگامی که در روبروی این دریچه هستید، کارمند پناهندگی تصویر و بایومتریک شما را خواهد گرفت. از شما خواسته خواهد شد تا دوباره به سیتتان بازگشته و منتظر این باشید تا یک کارمند دیگر پناهندگی شما را دوباره صدا کند. به خاطر باندمی کووید 19 به احتمال زیاد کارمند پناهندگی به طور حضوری در دفتر با شما حضور نخواهد داشت، بلکه کارمند پناهندگی در یک اسکرین کوچک روبروی میز شما ظاهر خواهد شد. در صورت ضرورت یک مترجم از طریق تماس تلفنی در جریان مصاحبه کمک خواهد کرد. مصاحبه با سوگند خوردن شما آغاز خواهد شد. به این معنا که از شما خواسته خواهد شد تا وعده نمایید که در جریان مصاحبه حقیقت را خواهید گفت. مصاحبه معمولاً 3 بخش دارد. اول، مرور معلومات شخصی شما، معلوماتی که شما در جریان جلسه قبل از تشخیص پناهندگی فراهم نمودید. دوم، پرسیدن سوالاتی در مورد این که چرا نمیخواهید به افغانستان برگردید. سوم، پرسیدن سوالاتی در مورد رابطه شما با طالبان و سایر سازمانهای تروریستی. بسیار مهم است تا شما به دقت به سوالات گوش فرا داده و تنها به سوالاتی که پرسیده می شود پاسخ دهید. فراتر از آنچه پرسیده می شود معلومات اضافی ارائه نکنید. به عنوان مثال، اگر کارمند پناهندگی پرسان می کند که چرا شما از بازگشت به افغانستان هراس دارید، نگویید که چگونه پسر کاکای شما در افغانستان در ترس به سر می برد و آنها در حفظ زندگی نمی کنند و زندگی برای آنها واقعا بد است. به جای آن چیزی در مورد وضعیت خودتان بگویید. مثلا، من از بازگشت به افغانستان هراس دارم چون من با کسی ازدواج کرده ام که قبلا با اساکر ایالات متحده کار میکرد و خانواده ما قبل از خروج از افغانستان تهدید شده بود. خانواده من که هنوز در افغانستان زندگی میکند همواره به خاطر سابقه کاری همسرم تهدید میشوند و ما میدانیم که اگر برگردیم کشته خواهیم شد. تمرکز خود را بالای خود و تجارب خودتان مرکز کنید. اگر شما شروع به وضیحت نمودید در مورد کسی دیگری نمایید، کارمند پناهندگی شما را به موضوع باز میگرداند. با این حال شما میتوانید در مورد کسی دیگری صحبت نموده و ترس خودتان را اظهار نمایید. من یقین دارم که کشته خواهم شد چون این اتفاق برای کسانی که شغلشان با من مشابه بوده رخ داده است. مثلا برادر من برای این که در پلیس افغانستان خدمت میکرد کشته شد.
با ما گفته شده است که تمرکز اصلی مصاحبه شما روی سوالاتی در مورد ارتباط شما با طالبان خواهد بود. برای سوالات زیادی پیرامون این مسئله آماده شوید و برای اینکه کارمند پناهندگی ممکن است رفتار سخنگیرانه یا حتی ستیز خویانه داشته باشید، آمادگی خود را داشته باشید. آنها در مورد روش‌های مختلف که طالبان از مردم کمک می‌گیرند معلومات زیادی دارند. ممکن است از شما بپرسند که به عنوان مثال چگونه شما بدون اینکه به طالبان مالیات بپردازید تجارت خود را پیش می‌بردید و اینکه چگونه شما بدون رشوت دادن به سربازان طالب سفر کردید. پس از اتمام مصاحبه‌تان شما می‌توانید تعمیر را ترک نموده و میشیگان پس بروید. کارمند پناهندگی تصمیم خود را از طریق ایمیل با شما شریک می سازد. تشکر که از این ویدیو معلوماتی در مورد نحوه آماده شدن برای مصاحبه پناهندگی را تماشا نمودید. در صورت داشتن هر گونه سوال یا نگرانی مشخص، لطفاً آن را با مددکار اسکان مجدد خود در میان بگذارید و آنها پرسش‌ها و نگرانی‌های شما را با متخصصین حقوقی شریک خواهند ساخت.